11 و 11 دقیقه. پشمات نریخت؟ همین الان روشن کردم دوربینو، اصلا مگه میشه همچین چیزی؟ این یه نشونه است. موضوع ویدیو رو ول کن. سابسکرایب کردی یا نه؟ چند روز پیش تو تلگرام یه پست گذاشتم که عجیب ترین عادتی که داری رو برام بنویس. واقعا 100 و خورده‌ای وایس اومده از عجیب ترین عادتایی که داریم. بعد کم کم دارم به این نتیجه میرسم که خوشحال هممون کف. بنابراین من طبق روال همیشه دوست دارم زنگ بزنم به یکی از دوستام. فکر کنم امیر افعی گزینه مناسبی باشه. قطع کرد. سلام عزیزم، چطوری؟ الکسا شات دی فاک. یه سوال خیلی مهم ازت دارم. جنسیه یا نه؟ شاید جنسی باشه، به جواب تو بستگی داره. عجیب ترین عادتی که داری چیه؟ ببین بعضی موقع ها حوصله‌ام که سر میره میرم تو یوتیوب فیلم تعمیر لوازم الکترونیکی میبینم. خب میگم برای ماجرا دکترم رفتی یا میگن دیگه باید همینجوری باشی؟ من میخوام توی این ویدیو با بیروح ترین حالت ممکن وایساتونو گوش بدم و آنالیز کنم. نمیدونم، تصمیم گرفتم امشب اینجوری باشه. میخوام ببینم واقعا عادتهای عجیب غریبی که دارین چه شکلیه کلن. اولیش، من نمیدونم چرا اینطوریم، یه آدمیم که بیدلیل استرس دارم، بعد سر همین موهای دستم رو با دندون میکنم. نمیدونم، مریضم فکر میکنم. من سیبیل دیدم میکنن. حالا بذار من آخر ویدیو شماره دکتر میذارم اونجا، حسابی میتونین چیز کنین. عجیب ترین عادتی که من دارم و هر کسی وقتی میبینه پشمش میریزه اینه که من عادت دارم دستمال کاغذی یا کاغذ رو بخورم و حتی یه بار یه شعر نوشته بودم و بهم گفتن که تو رو خدا این شعره رو نخور. شعرم خوردم، یا وقتی نمره هم خوب نمیشد توی امتحانا کاغذهای امتحانی اونو میخوردم. در حالت عادی هم اگر دستمال کاغذی دستم باشه یا کاغذ دم دستم باشه یه کوچولوشو میخورم. یه کوچولوشو، مثلا خیلی مثلا چاق نشست، طرف حالش بده، خون دماغ شده، مثلا دنبال دستمال داره میگرده، ببینه منیژه کچاپ زده رو دستمالا داره با ولع. قبلش لطفا سلام و تقریبت. اوه، عادت چیه اصلا؟ عادت خیلی عجیبی که دارم اینه که وقتی حالم بده باید یه سری جای خاصی از بدنمو بمالم تا حالم خوب شه. کجاها؟ من یکی از عادتهایی که دارم و همه خیلی خیلی براشون عجیبه اینه که من هیچ وقت جورابام و پام در نمیارم، یعنی توی تابستون، توی زمستون و همیشه یه مثلا 9 سالگی جوراب پاشه. خدا من جوراب پامه و اینجوری هم نیستم که حالا جوراب بو بده و مثلا باور کن بو میده اصلا، مگه میشه؟ علم فیزیک زیر سوال میره اگه جورابای تو بو نده. همش جورابام عوض میکنم، کلا خیلی میرسم به قسمت پاهام، نه حالت فوت فتیش و این داستانه ها، ولی واقعا نمیتونم جورابم پام دارم، مثلا بدم میاد پام به خاک و زمین و اینا. درار بعضی موقع، یعنی تو خلوت خودت درار، راه برو قدم بزن، مثلا آب گرم و سرد بگیر روش، میگنده. یعنی برای خودت میگم، اصلا کاری ما نداری. یکی از عادت های من که از نظر بقیه خیلی عجیبه و بدون اون خوابم نمیبره اینه که یه جنس خاصیه، حالا نمیدونم پرز داره چیه، نمیدونم، خودم بعد از این همه سال از زمان بچگی بود. چی؟ بعد از این همه سال هنوز نمیدونم که این چیه و هیچ کس هم نمیدونه، کشف نکرده که این چیه. چی؟ اسمش رو گذاشتم فری. بعد اینجوریه که زبونت بعد بین دوتا دندونات قرار بگیره و اگر این کار نکنی یعنی خوابم نمیبره. این کار بکنی بعد اون جسمه رو لمس بکنی. اگر این کار نکنم خوابم نمیبره دیگه. بعد در 1/100 ثانیه خوابم میبره، یعنی حتی اگه مثلا 10 ساعت هم خوابیده باشم مثلا فری پیدا کنم. فری؟ من نشسته میخوابم، دست خودم هم نباید بخندم. چرا نباید بخندم دیگه؟ این که اوکی دیگه، با آدمایی که نشسته میخوابن میتونیم بخندیم دیگه. این چیز نشیم، باز بایکوت نشیم. شبا که بعضی وقتا یهو بیدار میشم میبینم که 4 زانو نشستم. چقدر ترسناک. اصلا یه لحظه شما تصور کن با ایشون داری یه جا زندگی میکنی مثلا. اوکی، من 2 عادت عجیب دارم. یکیش اینه که من وقتی میخوام بخوابم خیلی بدم میاد از این که مثلا کف پام یا مثلا دستم اینا پوست. چقدر با پاهاتون نامهربونین. پوست باشه اینا. بعد همیشه وازلین یا کرم میزنم به پام، بعد جوراب میپوشم که قشنگ
بوز بوز نشه دیگه، بعد با جوراب میخوابم. بعد چرا همه عادتاتون به پاهاتون ربط داره؟ بعد میگن چرا فوت فتیش زیاده؟ خب وقتی عرضه زیاده تقاضا هم زیاد میشه دیگه. نمیدونم این عادتی که میگم خاص هست یا نه، ولی من معمولا وقتی ظرف رو میشه، معمولا که نه همیشه، وقتی ظرف میشورم هدفون رو میذارم تو گوشم، موزیک رو میبرم تا ناموس بالا و باهاش دنس میرم و ظرف میشورم. خب چجوری میشه؟ هم ظرف سریع تموم میشه شستنش، هم خودم یه حال ریزی میکنم و در این ظرف شستن چیلم میکنم. چجوری چیل میکنی وقتی داری میتکونی اون وسط؟ بعد اصلا چجوری ظرفه زودتر از اون تموم میشه؟ اصلا مگه میشه همچین چیزی؟ بس اول اینو بگم، من اسکرین تایم موبایلم 16-17 ساعت، این 16-17 ساعت میره رو چی؟ رو ویدیوهای موتیویشنال و برنامه ریزی و اندرو تیت. چقدر اینقدر زیاد شد اصلا، یهو چجوری وارد زندگیمون شد این؟ بعد چرا یه سری خیلی عاشقشن، یه سری ها میخوان گردنشو بزنن؟ 2000-3000 تا کتاب خریدم موتیویشنال انگیزشی که پاشم این کارو بکنم اون کارو بکنم، برنامه ریزیمو انجام بدم این کارو بکنم، ولی پا نمیشم انجام بدم. این عادت عجیبی نبود که؟ عجیب اونی بود که 18 سال جوراب پاشه. دکتر پیروگاجکی هستم، شما رو خط هستیم، بفرمایید. مثلا ساعت 3 صبح از رخت خوابم بیدار میشم، میخوام برم مثلا سرویس، ببینم تو آینه مثلا موام فرقش یکم کچه، یکم حالا هم ریخته است، شونه میکنم 3 صبح، شونه میکنم، بعد میرم دستشویی میگیرم میخوام. میری دستشویی میگیری 3 صبح؟ وا بده دیگه، تو رو قرآن تو میخوابی دوباره صبح بیدار میشی، خب شکسته مواد. وای چقدر زندگی بی خودی سخته برات اصلا. من از بچگی یه عادتی داشتم که وقتی که نوزاد بودم این مارک روی گالزگی که توی ماشین میذارم بچه ها توش میشینن برای اینکه مثلا توی ماشین جا بشن. چرا یه جوری میگی انگار باید بدونیم چیه؟ مارکی که توی کالسکه میذارن که بچه ها روش جا بشن، تو میدونی چی میگه؟ من واقعا نمیدونم. مارک اون رو تو دستم میگرفتم و انقدر پاش بازی میکردم که خوابم میبرد. من اصلا نمیفهمم راجع به چی داری صحبت میکنی. مامانم اینا اومدن اون مارک رو از روی اون وسیله برداشتن و من از اون به بعد همون کار رو با لاله گوشم میکردم. لاله گوشم رو تو دستم میگرفتم، نگاه باش بازی می کردم که خوابم می برد. راست میگه آه، طور خود یه لحظه با لاله گوشت بازی کن، جدی میگم، یه 10 ثانیه آقا، یه لحظه با لاله گوشت بازی کن. خیلی باحاله، راست میگه، اینو هم بنویسم یه جا. عاشق فیلم و سریال های تکراری هم و خیلی وقت حالا مثلا برای غذا خوردن که میخوام یه چیزی ببینم یا کلان برای سرگرمی و اینا فیلم و سریال میگه. این که عجیب نیست که، من بدتر از تو هم که من مثلا متهم گریخ تو فکر کنم 432 بار دیدم، خانه به دوشم 747 بار. هر موقع هم غذا میخوام بخورم باید یکی از اپیزودهای خیلی قدیمی یه سریال مارمزونی بشینم ببینم. سلام پاشا، میخوام که صدامو عوض کنی. تو دیگه قربونت، صدای خودتو عوض کردی. عادتی که من دارم اینه که خیلی زشت و چندش باشه شاید برای بقیه، ولی من دوست دارم که بعد از این که لباسی رو در میارم حتما بوش کنم، حتی اگه بوی بدی نده. کاش نمیگفتی. ای بابا چرا تصویرش اجلو چشم نمیره؟ خب سلام، ببین من یه عادتی که دارم و خیلی همه بهش میگم پشماشون میریزه اینه که تو اصلا قبل اینکه بگی پشمای خودت ریخته از عادته. حالا یه بطری دارم، یه بطری 2.5 لیتریه، خب شیشه ایه، بعد خب 2.5 لیتر توش جا میشه. خب من روزی 3-4 تا از این میخورم، بعد به هر کی میگم میگه خیلی عجیبه. خب عوضش سلامتی. خب بازم تشنمه یعنی. خب دیگه پس تو از یه جای نشتی داری چون عادی نیست. چقدر عادتاتون هیچ ربطی به هم نداره، دارم گریپاژ میکنم. یه عادت خیلی عجیب که من دارم که اطرافیانم ازش تعجب میکنن که وقتی که من استرس میگیرم کلم بعضی موقعی که نشستم پوست انگشته پامو میکنم. اوخ باز رفتین سراغ پا. بس اصلا چقدر سخت، فکر کن تو یه جلسه کاری نشستی 18 نفر دوره یه میز مثلا 30 متری یهو یه چیزی میگه خیلی باب میلت نی، حالا تو 6 ساعت باید جوراب و کفش و اینا رو دراری بیفتی به جون 60 پات پوستشو بکنی. خب این کار مگه چشه؟ خب این خیلی برای اطرافیانم عجیبه، برای خودم اولش عجیب بود، الان دیگه عادی شده. دیگه استرس میگیرم میگم مغزم آروم. بعد جلو اطرافیانم این کارو میکنی؟ چقدر حاد. وای کاش که مدرکی چیزی داشتم میتونستم کمکتون کنم. عادت عجیبی که از نظر بقیه من دارم اینه که موقع
غذا خوردن، غذایی که با نونه و صابونه و این داستانا، همیشه باید نونم رو من صاف جدا کنم و ببارم. حالا یا باید مربع باشه، مستطیل باشه، یه چیز اینجوری باشه. راست میگه، منم اینجوریم. چیکار باید بکنیم؟ من یه عادت بدی که دارم اینه که هرچی مثلا طرف به بیمحلی کنه و بیشتر من از خودش برونه، من بیشتر بهش علاقه من میشم. اصلا ما انسان ها کلن تو خلقتمون این داستان نهادینه شده. نمیدونم چرا کلن هر کی بیشتر بهمون برینه ما بیشتر عاشقش میشیم. خواستم بگم که یکی از عادتهایی که من از بچگی تا الان دارم اینه که مهر میخورم. مهر تایید، مهر نمازو. الان مثلا خونه خودمون یا خونه مادر بزرگم که بریم، مهره نماز همشون جوری دندن زده است و یعنی مهره سالم ما نداریم. اصلا مگه میشه مهر رو خوب؟ مگه سنگ نیست؟ شبا که میخوام بخوابم، اصلا کلا هر وقت بخوام بخوابم اگه این کار نکنم خوابم نمیره. چی؟ باید که روی پامو، یعنی منظورم روی پامه. میفهمم دیگه. حالا هر ما هر تاپیکی میدیم به پا ختم میشه. نه یعنی روی پامو. میدونم، فهمیدم. چه اصراری داری؟ پام یعنی مثلا اون که انگشت داره و اینا. میگه اون که انگشت داره، اوشو باید هی بمالونم روی تخت یا حالا روی قالی هر جا که خوابیدم، هی باید اینو اینجوری بمالونم، هی بمالونم بمالونم تا چیشه؟ انقدر بمالونم تا خوابم داره. یعنی باید دمر بیفتی اونم اونوریه، یعنی اگه فرض کن این روی پای اینا انگشت پای تو، دمر اینجوری خوابیدی، این دوتا برعکسه، بعد هی اینا رو اینجوری. یه عادت دیگه هم که دارم اینه که مثلا کلن اعلام، هر وقت آروغ میزنم اعلام میکنم. دیگه نیازی به اعلام نداره وقتی آروغ زدی؟ و حالا مثلا تو جمع خانواده و اینا اوکیه ها؟ نه اوکی نیست. کی گفته اوکیه تو جمع خانواده؟ اتفاقا تو جمع خانواده اوکی نیست اصلا. فکر کن با چند نفر نشستیم غذا میخوریم، بعد من اصلا نمیشناسمشون، یا مثلا خیلی هم جدیه، حتی مثلا شاید نزنی. فکر کردم میخواد بگه اینجوری. نمیتونم یهو مثلا آروغ میزنم ناخودآگاه اعلام میکنم یا من آروغ زدم، نوتیفیکیشن آروغش هم میاد بعدش. سلام پاشا، چطوری؟ یه عادت عجیبی که من دارم اینه که اولیویه رو با چای شیرین میخورم. اگه به اونه که منم عاشق تخم مرغ و عسلم، به هر کی هم میگم میگه وای مثلا اون شیرینه، اون نمیدونم فلان اینا، بخور بره. هوشنگ خوابه ها، یعنی ببین ای بابا، حالا یکی اسمش هوشنگ نباشه بگی چرا به ما میگی، به سگت میگی هوشنگ؟ آقا پاشا خوابه. یکی نوشته من عادت دارم توی یوتیوب ویدیوی پاکسازی پوست و دروردن جوش نگاه میکنم، برای من خیلی آرامش بخش و ساتیسفاینگه، ولی بقیه بعدشون میاد و تعجب میکنن. ببین برای من نکته عجیب این ماجرا اینه که این ویدیوها رو اگه تو یوتیوب سرچ کنی میبینی که میلیونی یا چند ده میلیونی ویو دارن. خلابو داره به همه حال میده دیگه. بعد لابد از این چیزاست که طرف حال میکنه تو خلوتش، ولی بهش میگی میگه ایو. اگه اینجوری بنویس، من واقعا دوست. آقا یه نفر بنویسه یه سری اون کامنت رو لایک کنن، معلومم نمیشه که تو کی، که فقط یه نفر خودش انداخته وسط. این زیر آقا یکی بنویسه منم مثل این دوستمون پاکسازی حال میکنم، بعد یه سری رو لایک کنم ببینم واقعا چند نفر اینجوریان، برام جالبه. من خب طبیعتا بقیه خونه خالی میشه یه انبازه در میارن، حالا چه برنامه داشته باشن، چه حالا با دوستاشون، چه با دوست دخترشون. من نه، متاسفانه اینطوری نیستم. من مثلا میرم تلویزیون روشن میکنم، بعد یه موزیک میذارم گوشی به تلویزیون اسم میکنم، یه موزیک میذارم میرقصی، میام تو عالم خودم، حالا میرقصم یا میخونم آهنگو. ببین با صدای بلند دارم اینطوری کشک نمیخونم، یعنی فکر کن دیگه تو کوچه بعدی صدام شاید بره، ولی مهم نیست. بچه این ذهنیت برنده است واقعا، کلا دنیا به تخمت اصلا یه ور رو گرفتی، عشق میکنی. من یادم اون سکانس جوکر افتادم. سلام پاشا، لطفا صدامو عوض کن. آخ بسم الله. یکی از من عادت عجیب زیاد دارم، پا نه، ولی یکی این که الان یادم میاد اینه که باید یکی گاز بگیرم، و اینکه اصلا مهم نیست از کجا، دست، بازو، انگوش، اصلا هر جا مهم. خوب شد گفتی. مهم نیست، فقط باید یکی گاز بگیرم، و وقتی که یکی گاز نمیگیرم دندونم شروع میکنه به خارش شدید و مجبور میشم خودم رو گاز بگیرم. واکسن باید بزنی و
حس میکنم از اینکه بقیه بفهمن فرار میکنن از دستم. میدونم حس میکنیم همین الان احساس میکنم آخر وایس گازم میگیری. من که باید بهم گاز بدن میدونن که دوست دارم، ولی نمیدونن که اگه گاز ندن دندونام شروع میکنم به خاشم، مجبور میشم خودم گاز بگیرم. نه یه عادت عجیبه ایسکا کردین ما رو. نه اصلا نمیشه آخه، من عادت دارم همه چی رو به دوست صمیمی بگم. مگه همه ی آدم ها اینجوری نیستن؟ نمیدونم به ما اینجوری گفتن. سلام پاشا، لطفا صدای منو تغییر بده، این ویس برای عادت عجیبی که گفتی. خب هر کی میگه صدای منو تغییر بده چهار ستون بدنم خورد میشه. عادت عجیب دارم، یعنی همه میگن عجیبه، دوتاش برای غذا خوردنه. این که من فسنجون رو با نمک میخورم. برای این گفتی صدا میخوای فسنجون نه دستت ناراحت نشه. یک عادت دارم که موقعی که میخوام بخوابم باید شستم و انگشت اشارم رو آروم به هم دیگه بمالم تا خوابم ببره. چقدر میمالین؟ من برای اینکه این عادت عجیبو بگم از همسرم کمک گرفتم، چون تجربه وحشتشو بیشتر اون داشته. من یه عادت عجیبی که دارم موقعی که دارم میخوابم، یعنی اون لحظه که داره خوابم میبره، یهو یه تکون محکم میخورم، یه رعشه میدم اون کسی که بغلمه. چه عشقی داره میکنه با این عادته. اگه حالا روی تخت روی جا باشیم یه جورایی با به من نزدیک باشه کاملا خوابو میبره، ولی من کاملا آرام میخوابم. عشق کرد. آقا من یه خاطره باحال تعریف کنم. دریا رو که بعد از 2 سال و اینا دیدیم، بار اولی که من مثلا خواب بودم و اینا، خب معذبم هستی و فلان و 2 ساله مثلا اصلا نمیدونی چه جوریه اصلا رابطه داستان و اینا، دست اینورم اینجوری بلند میشه اینجوری زورت میخوابونم زیر گوشش تو خواب. بعد اینو صبح به من گفت، اصلا نمیدونم چرا. اون وایس هم نیومد. کدوم از ببین صرفا ترشی نه ها، یعنی احساس نیاز به چیز ترش آلوچه باشه اینا اصلا. اصلا چی داری میگی؟ این زنگ بالا رو باید بزنی الان. وقتی میخوابم خب بعد اگه گرمم بشه شروع میکنم یکی لیکی لباسامو درآوردن. این دیگه خیلی بده. این یه بارم خونه دوستم خوابیده بودم. آقا یه دقیقه لخ نشین ببینیم داره چه اتفاقی میفته. هلو میو، هیچ وقت نمیتونم آلارمو روی ساعت روند بذارم برای بیدار شدن. مثلا اگه ساعت 7 بخوام آلارم بذارم باید بذارم 6:58 59 دقیقه. این دشمن اوسیدیه اون ور ماجراست اصلا کلن. سلام، راستش من اصلا نمیدونم چنلتون موضوعش چیه. من این خانومه رو میشناسم، ولی خب اون سری داشتم توی چنل میگشتم و پی ام چنل شما رو دیدم و اصلا نمیدونم کی جوین دادم توی چنلتون. و اینکه نوشته بودین که یه عادت عجیبی که همه ازش تعجب میکنن. وای ببخشید ولی من همش توقع دارم آخرش یه شامپو معرفی کنین بهم. این عادتی که من دارم بیشتر شرم‌آوره. توی لحظه‌های خیلی حساس مثلا طرف داره جلوم گریه میکنه، طرف یکی از عزیزاش مرده، زمانی که کلن خیلی ناراحت میشم به جای اینکه گریه کنم میخندم، شدید میخندم، یه حالت قهقهه. منم همین جوری هم. به عجب صدایی جدید، توقع نداشتم ایشون یه بود. سلام پاشا، اگه میشه صدامو تغییر بده. آخ 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 آخ. یه عادتی که دارم اینه که چایو با لواشک میخورم. دیکی خب الان چایی قراره دستت شکایت کنه یا لواشک قراره باد بره تو قیافه؟ چرا اصلا صدا تو عوض کن؟ من همیشه هر جایی که هستم از لحاظ مکانی باید بدونم شمال و جنوب و شرق و غرب کدوم طرفه. یه چیز بایدیه تو زندگیم و اگر اینو من ندونم کلا دیوونه میشم، یعنی اصلا یادم میره من کیم، چرا اینجا، مثلا چه خبره، داستان برنامه چی بوده، اینا همه رو یادم میره. تو هم فکر کردی ویدیو گیر کرده؟ احساس میکنم اینقدر عادتاتون عجیب غریب بود که منم دارم عادتهای عجیب غریب پیدا میکنم. از این بعد میخوام تو ویدیوها ایسکاتون کنم. حالا هر کی فهمید که کجا دارم ایسکا میکنم که میتونه بیاد تو کامنت خرمو بگیره، هر کیم نفهمید. دارم چرت و پرت میگم، خیلی جدی گوش نکن. الان بازم ایسکات کرد. عادتاتون واقعا بسته، امیدوارم که دونه دونه تون شفا پیدا کن. اگه چنل هم سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، باحاله همجوری کلی. اگرم کلا تو مخ اصلا نمیخوای بیشتر ببینی، اتفاقی اومد یه چیزی دیدی میخوای بری، که خب قربونت، دمت گرم، مرسی که همینم دیدی. حداقل لایک کن تا اینجا اومدی دیگه. نه نمیدونم، خلاصه نمیخوام خیلی اذیت کنم. دمت گرم فعلا.